فیض نسب و تکفیر امام حسن عسکری رحمه الله. از امام صادق این روایت نقل شده که ایشون فرموده صاحب هذا الامر لا یسمیه الا کافر. خیلی این لسانش وحشتناکه، یعنی اگر کسی نام ایشون رو به شخصه بیان بکنه به هر حال این شخصیتیه که این بایستی اسم کافر رو روش قرار داد. حتی در توقیات که از خود حضرت وارد شده، در یه نامه‌ای که به یکی از سفرایش به نام عمری نوشته فرموده ملعونون ملعونون من سمانی فی مجمع من الناس به اسمی، یعنی خدا لعنت کنه، خدا لعنت کنه، یا مورد لعنت هست کسی که نام من رو به اسمه در جمعیتی از مردم ببره، که اینجا مشخص میکنه نام بردن ایشون به خصوصه یکی از محرماته و ما حق نداریم که نام ایشون رو به خصوصه مطرح کنیم، هرچند به کنایه برای ما بیان کردن که نامش نام نبی اکرمه، کنیش کنیه نبی اکرمه. بینندگان عزیز، این مورد نیز یکی دیگر از جنبه‌های غلو و افراد در اشخاص نزد شیعه می باشد. چگونه ممکن است بردن نام مهدی، یعنی گفتن محمد ابن حسن، سبب خروج از دین گردد؟ مگر مهدی نام بدی داشته که از ذکر آن شرم داشته، یا اینکه فرد تبهکاری بوده که نمی‌خواست کسی او را بشناسد؟ یقیناً چنین نیست، بلکه بر اساس روایات شیعه حسن عسکری نام زیبای محمد را برای فرزندش انتخاب کرده است. با این وجود نام وی صراحتاً در کتب شیعه از زبان حسن عسکری بازگو شده است. در کتاب الانوار النعمانی جلد 2 صفحه 55، کمال الدین و تمام النعمه لصدوق صفحه 408، بهار الانوار جلد 2 صفحه 51 چنین آمده است: عن ابي محمد الحسن العسكري انه قال لام المهدي ستحملين ذكرا واسمه محمد وهو القائم من بعدي. از امام حسن عسکری روایت شده که ایشان به مادر مهدی گفتند فرزند پسری به دنیا خواهی آورد که نامش محمد است و او جانشین پس از من خواهد شد. از دیدگاه آقایان هر کس مهدی را با اسمش محمد صدا بزند کافر و مرتد و از دین خارج خواهد شد. حال این که می‌بینیم اولین کسانی که تیر کفر این بیخبران به آنها اصابت می‌کند خود ائمه اهل بیت می‌باشند.